با یک ویدئوی دیگه از کانال دلتا میدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. رقص و اشوه‌های شقایق دهقان بازیگر مشهور سینما. اگر علاقه من به دیدن این ویدئو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگولرم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. شقایق دهخان بازیگر مشهور سینما و تلویزیون در حدود یک ماه پیش مبتلا به ویروس شده بود و به شدت حالش وخیم بود و به تمام فالوورهاش قول داده بود که اگر تونست این ویروس رو شکست بده بیاد با کلی انرژی حال طرفداراشو خوب کنه و خب خدا رو شکر بعد از چند روزی بالاخره حال خانم دهقانم خوب و مساعد شد و تونست این ویروس رو شکست بده و به قول خودش عمل کرد و با کلی انرژی با آهنگ زنده یاد بانو هایده با رقص و عشوه حال فالووراش رو کلی خوب کرد. دم خانم شقایق دهقان گرم با این همه انرژی خوبش و امیدواریم که همیشه سالم و سلامت باشه و همیشه حال فالووراش رو خوب کنه. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به حواشی خانم شقایق دهخان که یکی از بی‌نظیرترین بازیگران سینما و تلویزیون هستند که متاسفانه مدتی پیش برای ایشون شایعاتی درست شده بود که در ادامه این ویدیو میپردازیم به این شایعات. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. و اما ماجرای طلاق شقایق دهخان و همسرش مهراب قاسم خانی. ماجرای طلاق شقایق دهخان و مهراب قاسم خانی، زوج هنری سینما و تلویزیون، کاملا علنی و رسمی شده و این روزها دوباره با صحبت‌های شقایق دهخان در شبکه‌های اجتماعی در مورد بیماریش و طرح صیانت دوباره علت طلاق این زوج هنری سر زبان‌ها افتاده. شقایق دهخان که مدتی قبل با دوستش به نام خانم ملودی آرامیا در کاشان به سر می برد، با انتشار یک استوری عاشقانه گمانه‌زنی ها در مورد ازدواج مجددش رو تقویت کرد و با انتشار یک استوری عاشقانه نوشت: به صحرا شدم، عشق باریده بود و زمین تر شده بود، چنان که پای به برف فرو شود به عشق فرو شدم، شعر از بایزید بسطامی. اما ظاهراً خانم شقایق دهخان هنوز مجرد هستند و بعد از طلاقش با مهراب قاسم خانی هنوز ازدواج مجددی نداشته. شقایق دهخان و مهراب قاسم خانی 17 سال پیش با هم ازدواج کردند و فرزندی به نام نویان دارند. مهراب قاسم خانی همسر سابق مریم گلرو بود و از او فرزندی به نام نیروانا داره. سابقه آشنایی شقایق دهقان با مهراب قاسم خانی به سریال طنز پاورچین که از سریال پربیننده تلویزیون در دهه 80 بود برمیگرده. مهراب قاسم خانی از نویسندگان سریال بود و طراحی صحنه رو بر عهده داشت، موضوعی که سبب آشنایی و ازدواج این دو هنرمند شد. البته شقایق دهقان و مهراب قاسم خانی در فیلم ناگهان درخت به کارگردانی صفی یزدانیان هم در سال 97 نقش آفرینی کردند که به نظر میرسه با شایعه جدایی اونها این آخرین همکاری اونها در یک فعالیت هنری بود. مهراب قاسم خانی متولد سال 1350 در تهرانه و شقایق دهقان اسفند ماهیه و مهراب هم متولد آذر ماهه. 7 سال هم با هم تفاوت سنی داشتند که در نهایت رابطه این دو هنرمند به جدایی ختم شد. اما جنجال زن بابا نامیدن شقایق دهقان توسط دختر مهراب قاسم خانی، تبریک تولد متفاوت نیروانا قاسم خانی دختر مهراب قاسم خانی از ازدواج اولش به شقایق دهقان جنجالی شد و باعث واکنش کاربران زیادی در فضای مجازی شد. نیروانا قاسم خانی با انتشار عکس و متنی تولد شقایق دهقان مادر خوندش رو اینچنین تبریک گفت: زن بابایم تولدت مبارک. این جمله نیروانا قاسم خانی با واکنش های متعددی همراه شد و نیروانا قاسم خانی مجبور به واکنش شد و نوشت: مثلا الان مادر شوهر هم حرف زشت و توهین حساب میشه؟ از کی تا حالا نسبت ها به فحش تبدیل شد و این همه آدم دلواپس از خودش به جا گذاشته؟
مامان، بابا، خواهر، برادر، زن، بابا، اینا نسبتاً نه توهین و بی احترامی. اما یکی از حاشیه‌های جنجال برانگیزی که خانم شقایق دهخان داشتن ماجرای اعتیادشون و ماجرای دوستی صمیمی ایشون با خانم آزاده نامداری بود که خیلی‌ها گفتند خانم شقایق دهخان باعث اعتیاد خانم نامداری شده بود، که در ادامه این ویدیو به این قضیه بیشتر خواهیم پرداخت. و همچنین واکنش مهراب قاسم خانی به شایعه اعتیاد همسرش. مدتی پیش ویدیویی از یک مصاحبه شقایق دهخان به صورت بریده شده در فضای مجازی منتشر شد. در این ویدیو شقایق دهخان رو میبینیم که میگه من شقایق 15 سال پیش اعتیادم رو ترک کردم. این در حالیه که اصل ویدیو به شکل دیگه‌ای هستش و شقایق دهقان به عنوان مثال میگه اشخاصی که اعتیادشون رو ترک کردن همچین جمله‌ای رو میگن. اما کاربران فضای مجازی با شیطنت و دستکاری ویدیو باعث پراکنده شدن شایعه اعتیاد شقایق دهقان شدند. و مهراب قاسمخانی در پستی طنزآمیز به این ماجرا واکنش نشان داده بود و نوشته بود آخه این همه دروغ، اونم دروغ به این بزرگی، واقعا خجالت نمی کشین اونایی که اینجوری دروغ میگن؟ آدم دهنش وا میمونه، مگه میشه آخه؟ کجا 15 سال پاکی؟ باور نکنید این حرفا رو، به جون خودم صبح تا شب در حال مصرف شیشه میزنه سنتی و سنتی قاطی. اصلا این همه که سرنگ تو خونه ما پیدا میشه تو بیمارستان پیدا نمیشه. والا زندگی نداریم از دست این، هی بهش میگم اقلا به این بچه کوچیک رحم کن، ولی مگه گوش میده؟ همین دو سه روز پیشا هم داشت نویان رو میفروخت با پولش مواد بخره، اجازه ندادم. الانم ورداشته یه سری کارتون یخچال و تلویزیون آورده تو خونه که شبا کارتون خوابی کنه. خلاصه که زندگی نذاشته واسه ما. این هم واکنش طنز آقای مهراب قاسمخانی به اعتیاد همسرش. البته در این اواخر هم با درگذشت خانم آزاده نامداری بسیاری از افراد شایع پراکنی کردند که خانم شقایق دهخان ارتباط خیلی نزدیکی با خانم نامداری داشته و خانم دهخان اعتیاد شدیدی داشته که باعث شده خانم آزاده نامداری هم به اعتیاد رو بیاره و در نهایت سنگکوب کرده، که همه اینها شایعی بیش نبود. دوستان عزیز، لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها راجع به خانم شقایق دهخان و حواشی که براش به وجود اومده لطفا برامون بنویسید، و لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفا شیر کنید و لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید، و حتما با فیلتر شکن وارد یوتیوب بشید و ویدیوهای جدید ما رو ببینید.